گزارش‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد زنجیره‌های تأمین حامیان شرکت‌های هایسنس، علی بابا و BYD به دلیل کار اجباری و استثمار اویغورها آلوده شدند. همکاران در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. فعالان حقوق بشر سازمان دهندگان مسابقات فوتبال اروپا 2024 یوفا را به دلیل جعل قراردادهای حمایت مالی با شرکت‌های چینی که زنجیره تأمین آنها از کار اجباری اویغورها استفاده می‌کنند یا در نظارت بر اویغورها نقش داشته‌اند انتقاد کردند. تبلیغات شرکت‌های هایسنس، علی بابا و BYD در فضاها و در مطالب مربوط به مسابقات که از 14 ژوئن تا 14 جولای به میزبانی آلمان برگزار می‌شود دیده شده است. لوک دوپالفارد، مدیر اجرایی اتحاد بین پارلمانی در مورد چین در این زمینه گفت: متاسفانه فریب پول چین برای بسیاری از کسانی که احتمالاً می‌توانند این پول را دریافت کنند بسیار قوی بوده است. او در ادامه گفت: بدون در نظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از آن شرکت‌ها درگیر کار اجباری هستند و مشکلات عمده‌ای در زنجیره تأمین منابع خود دارند، مقاومت برای باقی ماندن آنها به عنوان پشتیبان مالی این مسابقات بسیار قوی بوده. بنابراین من فکر می‌کنم متأسفانه طمع و مصلحت اندیشی بر حقوق بشر برتری یافته که این اساساً مشکل است. گزارش مارس 2020 توسط مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا ASPI شواهدی را نشان داد که 82 برند مشهور جهانی از جمله هایسنس، بزرگترین تولید کننده تلویزیون در چین و سازنده خودروهای الکتریکی BYD از قطعات تولید شده توسط اویغورهایی استفاده کردند که در شرایط کار اجباری قرار دارند. به گفته IPVM که نظارت تصویری در سراسر جهان را ردیابی می کند، علی بابا خدمات تشخیص چهره را به مشتریان خود ارائه می دهد که به آنها امکان می دهد اویغورها را شناسایی کنند. از سال 2017 چین حدود 1,800,000 اویغور را در سینکیانگ جمع‌آوری کرده و به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل کرده است. چین نقض حقوق بشر را رد می‌کند و می‌گوید این کمپ‌ها مراکز آموزش حرفه‌ای بوده و از آن زمان بسته شدند. یوفا در بیانیه‌ای تأکید کرد که یوفا یورو 2024 یک رویداد ورزشی است که به حقوق بشر به عنوان عاملی کمک کننده در موفقیت مسابقات متعهد است. در این بیانیه آمده است به همراه همه ذینفعان مربوطه چارچوب و فرایندهایی برای حمایت از حقوق بشر در این مسابقات طراحی شده و برای همه افراد درگیر در مسابقات اجرا خواهد شد. یوفا اما به طور خاص در مورد شرکت‌های چینی اظهار نظری نکرده است. لوک دوپالفارد، مدیر اجرایی اتحاد بین پارلمانی در مورد چین می‌گوید: اگر افکار عمومی بر یوفا فشار وارد نشود، شرکت‌های چینی به بهره برداری از کار اجباری اویغورها ادامه خواهند داد. او به رادیو آسیای آزاد گفت: امیدوارم شرایط تغییر کند، اما متاسفانه بدون سر و صدا این اقدام‌ها ادامه خواهند داشت و شرایط زیاد تغییر نخواهد کرد. غیور قربان، مدیر کنگره جهانی اویغور در برلین، گفت که دولت‌ها باید شرکت‌ها را در این زمینه تحت فشار قرار دهند. وی در ادامه گفت: ما این اقدام کمیته یوفا را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که عملکرد دوگانه دولت‌های غربی در مورد مسائل حقوق بشر منجر به بروز این گونه رفتارها از سوی شرکت‌های بین‌المللی و مؤسسات پول‌محور در تضاد با ارزش‌های انسانی شده است. ما همچنان معتقدیم که مسئولیت دولت‌ها در بروز چنین شرایطی جدی است. از مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل از استانبول، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فرهمند، سلام و عرض ادب. آقای فرهمند، با هم گزارش رو دیدیم. با توجه به آشنایی شما با مسائل مربوط به مسلمانان اویغور، به طور کلی دیدگاه خودتون رو در زمینه مسائل مسلمانان چین به اختصار بیان بفرمایید. و آیا این گونه راهکارها برای وادار ساختن چین به رعایت حقوق بشر اقلیت مسلمان مؤثر هست؟ بفرمایید. سلام بر شما و بینندگان محترم. خب در اویغورها در چین
سالیان ساله که از تبعیض صحبت میکنند و اینکه در معرض تبعیض هستند و نقض حقوق بشر، و این تبعیض رو به دو دلیل دینی و قومی بیان میکنند. دلیل دینیش این هستش که از دین اسلام پیروی میکنند، در حالی که کشور چین کشوری کمونیستی است و دولتش میانه خوبی با مذهب و مظاهر مذهبی نداره. و دلیل دیگرش این که اویغورها تبارشون با بقیه چینی ها هم فرق میکنه، از ترک تبارند. البته در چین مسلمانان غیر اویغور هم هستند، مسلمانان دین دیگری هستند که از خود تبار چینی دارند، اونها هم مسلمانند. در همین سرزمین اویغورها که سینکیانگ یا ترکستان شرقی نامیده میشه، فارسی زبانان که اونجا هستند که مسلمانند، و شیعیان اسماعیلی که فارسی زبانند در کاشغر. و اینها تبعیضی که در علیهشون شاکی هستند در پاستاب رسانه‌ایش در حد شاید دیگر قوم‌های دیگر در جهان یا پیروان دیگر مذاهب در جهان که اونها هم خود رو در معرض تبعیض می‌بینند رسانه‌ای نمیشه، به دلیل سیطره‌ای که چین بر اونجا داره، به دلیل اینکه دسترسی رسانه‌ها به اونجا وجود نداره. اطلاعاتی که در خصوص اویغورها هست معمولاً از طریق کسانی به دست میاد که از اونجا خارج میشن، کسانی که میان بیرون و صحبت از این میکنن که در این اردوگاه‌های کار اجباری رفتن، حتی صحبت میکنن از اینکه اونجا اردوگاه‌های به نوعی مغزشویی میکنن، افرادی رو اونجا میبرن و انقدر نگه میدارن که بخوان حتی عقیده اونها رو هم عوض میکنن. اینا صحبت‌هایی است که کسانی که در اون جاها بودن اومدن در بیرون بیان کردن. اما علت این که فشاری یعنی معمولا در هر کشوری که چنین اتفاقاتی پیش بیفته، یک قومیت یا پیروان یک مذهبی از تبعیض فکر بکنند، نهادهای حقوق بشری میان و پشت هم بیانیه صادر میکنند، گاهی وقتا دولت ها مداخله میکنند. نمونه هاش رو در دنیا زیاد دیدیم، اما در خصوص چین امکانشون این مداخله هایی نیست، به دلیل اینکه خب چین کشور یکی از قدرت های بزرگ جهان، قدرت اقتصادی و سیاسی، و هیچ دولتی نه یارای آن و نه اراده آن رو داره که با چین در بیفته و روابطش با چین رو به خاطر فدای این بکنه که در واقع از این اقلیت اویغور در چین بخواد دفاع بکنه، اقلیتی که مسلمانه. ممنونم از توضیحاتتون، با تشکر از مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل که از استانبول پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.